تابع کاونت، از تابع کاونت برای تعیین تعداد سلول‌هایی که فقط شامل عدد هستن استفاده میشه. یعنی این تابع سلول‌های خالی، سلول‌های حاوی مقادیر منطقی، سلول‌های متنی و سلول‌های دارای خطا رو نمیشموره. من اینجا داخل سلول بیده کلیک میکنم، مساوی رو از صفحه کلیپ تایپ میکنم، در این قسمت بر روی فلش روی پایین توابع کلیک چپ میکنم و اینجا بر روی count کلیک میکنیم. کادر functions argument ظاهر میشه و تعداد آرگومان های ورودی رو در این قسمت برای ما گفته بین عدد 1 تا 255. روی سلول B2 کلیک چپ میکنیم، کلیک چپ رو نگه میداریم، درگ میکنیم به سمت B9، بر روی اوکی اینجا کلیک میکنیم، مشاهده میکنیم که عدد 4 رو به ما داد. ببینید حالا اگر بخوایم در بین این داده ها به صورت دستی رو کنترل کنیم، سلول هایی که حاوی عدد هستن 1 2 3 4، یعنی سلول های خالی متنی، سلول های دارای خطا رو برای ما نشمرد. یه تابع دیگه داریم به نام count A. اینجا من این سلول ها رو انتخاب میکنم، در این قسمت کلیک راست میکنم، یک منوی میانبر ظاهر میشه، بر روی کپی کلیک چپ و در این قسمت من میام اینها رو پیست میکنم، کلیک راست بر روی پیست کلیک میکنیم. در این قسمت سلول E10 کلیک میکنیم، مساوی رو تایپ میکنیم، از تابع count A استفاده کنم. پس تایپ میکنیم، زبان انگلیسی باشه، C O U N T A، و در این قسمت فرمول با یا اینجایی که مکان نما چشمک میزنه پرانتز رو تایپ میکنیم، این سلول های مورد نظر رو انتخاب میکنیم، در E2 کلیک چپ، کلیک چپ رو نگه میداریم و به سمت E9 حرکت میکنیم و کلید انتر از صفحه کلید رو میفشاریم. اینجا اگر ملاحظه کنین عدد 7 رو به ما داد. در حالت تابع count A علاوه بر اینکه سلول های حاوی عدد رو میاد میشموره، سلول هایی که شامل داده های متنی هستن رو نیز میشموره. کنترل کنیم، خروجی تابع count A برای آرگومان E2 تا E9 برای این قسمت 7. خب این 1 2 3 4 5 6 و 7. پس به این نتیجه رسیدیم که توسط تابع count A میتونیم سلول های حاوی دادای عددی و متنی رو بشماریم.